سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام میچ کوکتل تی وی، خیلی خوش اومدید به کپ حواشی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم حواشی که بوده هول محور آلبوم جدید فدایی به اسم عشق. اما قبل از هر چیزی باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم. اول از همه سامون ویلسون یه سری وایس گذاشت که با هم گوش میدیم. عاشق فدایی نشینا وقت نداره، خودش میگه. یعنی بین این کارای شستن ظرف و ظروف و آماده کردن میزا و صرف کردن مردم اینا، یه برنامه هم هست که در جریان سرنگونی و فلان ایناست، خیلی سر شلوغه. دختر محترم یه وقت عاشق این نشین، چون وقت نداره این آدم. مثلا دارم تبلیغ اینو میکنم یا دارم دیستش میکنم، چیکار دارم میکنم؟ من واقعا نفهمیدم شد. تلفنایی که من روزمره میزنم ضبط کنی، یعنی ببینی من دارم با کی چه حرفی میزنم، چند مدل مختلف گوه گیجه، یعنی اصلا این من میشه همیشه چیزی هست. برای همیگم اینا یه لقمن، یعنی یه مثلا پرس غذا نیستن، یه لقمن، یه بودی و خیلی، یعنی راحت نون لواشو بزنم زیر کوبیده تمومه کل کار، تو ماستم لازم نیستم ولم اینطوری. بعد از این وایس ها دو تا وایس دیگه گذاشت که یه جورایی داره منطق خودشو زیر سوال میبره. اون دوتا رو هم گوش میدیم. من یه بار از یکی پرسیدم چرا گواهی نامه نداری، 24 سالش بود، گفت گواهی نامه کار یه دقیقه است. بعد من 18 سال و یک روزم بود، شادم 18 سال و مثلا 20 ساعتم بود گرفتم گواهی نامه. من دلیل این که تو گواهی نامه نداری اینه که خیلی آسونه، گواره یه دقیقه میگیرم. اون چرا نمیگیری؟ یعنی تو مثلا در روز میگی، من نمیگی کار یه دقیقه است، یعنی تو در روز مثلا 20 ثانیه وقت اضافی داری. چیکار باید کرد؟ باید بخویم به تعطیلی چیزی تو بری بگیری دیگه. یه دقیقه که نیست، اینو که گارانتی میکنم یه دقیقه نیست. همین رفت و آمدش خودش مثلا 4 ساعته با پارتی بازی. یه دو جلسه هم بشین قرار یاد بگیری، نمیخواد 10 جلسه بدی. اون تست تئوری رو هم میخوای پاس کنی، آشنا داشته باشی اون تو که تست تو رد کنن، اونم یا پول میخواد یا اونم یه بازوره 10 ساعت 12 ساعت. یه دقیقه که نیست کلا. ببین یه چیزای بد راجع به پاپ من گفتم، بذار خوبش هم بگم. بچه‌ای که پاپ میخونه سر و صورت و قیافه همه چی خیلی تمیزه، سولاریوم رفته به پوست دیگه شده، موها امروز سلمونی بوده، ریشاشو یکی دیگه براش زده، خودش هم نزده، لباس خیلی مرتب پوشیده، بوی عطر و اتکلون از در و دیوار خودش و ماشین داره میره بالا. این رپر مپرا خیلی کر و کثیف، یعنی یه اف جی کروز میاد دنده عقب تو کوچه میماله به این و میماله به اون و فلان و اینا، مثلا یه ذره هم پسر پر رو بازی در میاره. اینا اینطوری نیستن. پاپیا یه ذره مثلا منظمتر میاد دنبال تو، اون شب بهت خوش میگذره و اخلاق این آدم برای یه دختر نرمال خوشایندتره. این رپر مپرها خیلی دیوونه و عوضی ها، یعنی یارو تتو و متو ریش نزده و کله نصفش ریخته، اون یکیش هم نکاشته، فردا داره میکاره، اصلا یه چیز آتاشغال عجیبی میاد دنبالتو. با وایس های سامون ویلسون رو با هم شنیدیم. نکته اول، کسی که خودشو جزء خانواده رپ فارسی و اولین کسی که حرفه‌ای رپ کرده و حتی پدر رپ فارسی میدونه، با اینجوری تیکه انداختن به رپ و رپرها و اینا، خب مسلما از ریسپکتش کم میشه، چون به هر حال اون بازی که خودت و پدرش میدونی رو داری زیر سوال میبری. نکته بعدی هم، خب دو سالی هست، بیشتر از دو سالی که سامون ویلسون راجع به اینکه من میام یه سوته میخورم، فدایی رو اگه بخوام برم پشت میکروفون، کار دو دقیقه است و دو سوته و یه میکروفون و فلان و این حرفا، و همچنین کسای دیگه مثلا برعکس پایدار و بقیه رو و حتی رضا پیشرو رو، اینا کار دو دقیقه میزنمشون، اصلا کاری نداره، مثلا ترکاشون خوب نیست فلان اینا، اما میبینیم که ترکی نیومده و فقط این وایس رو داریم. دقیقاً مثل اون مثالی که خودش راجع به گواهینامه زد. خب رفیق، اگر میتونی بیا دو دقیقه برو پشت میکروفون و همه رو بخور دیگه، چه کاری همش وایس وایس وایس؟ اصلا چه نیازیه که بیای اینو بگی وقتی میتونی تو دو سوت همه رو بخوری؟ تو دو سوت خب همه رو بخور، خیلی هم ریلکس و راحت، اصلا داستانی نداره. از این موضوع که بگذریم، اول از همه میرسیم به وایسی که جناب آقای راسا که آهنگساز و منیجر فکر میکنم مشکی هست منتشر کرد، که میگفت خیلیا که فن پیج ما و اینا دارن به اسم ما نوت میگیرن و میگن که با ما در ارتباطن و اینا. البته گفت شنیدم، امیدوارم درست نباشه، و گفت هر خبری باشه بیاین سراغ خودمون، من همیشه آنلاین هم هستم و این داستانا. سلام عزیزانم، چطورین؟ خوبین؟ آقا من یه صحبت
صحبتی دارم، بیشتر روی صحبتم با فنامونه، مخصوصا با فنای دخترمونه. یه سری خبر به دستم رسیده در این رابطه که یه سری از فن پیجایی که حالا با استفاده از اینکه حالا تولید محتوا میکنن از اسم و نام ما، عرضم به حضورتون که حالا فالوور یا سابسکرایبی جذب کردن رو حساب همینم. من شنیدم، امیدوارم که این شنیده ها دروغ باشه، من شنیدم که به قولی کسافت کاری دارن میکنن دیگه با اسم ما. خلاصه بخوام بگم نود میگیرن و از جو کسچرا که به این ضمانت که ما با خود راسا و مشکی در ارتباطی. من فقط خواستم این مسئله رو بهتون بگم، اخبار مشکی و اخبار کلا ریشه و اتفاقاتی که حول محور ما داره میفته فقط از سمت خودمون میاد، از سمت من، خود دانیال مشکی و اینکه نهایتاً افان وطن، وگرنه بقیه ماجرا از سمت هر کسی بیاد، من از همین الان چه خود دانیال هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنیم در مقابل این داستانا. و شما هم به هر کسی اعتماد نکنید، هر اخباری خواستید بدونید، در جریان باشید، من خودم هستم، خدا رو شکر من پاسخگو هم دیگه، یعنی دسترسی به من خیلی راحته، اینکه چه توی اینستا، چه توی دیسکو، توی تلگرام و انجای دیگه. یعنی میخوام بهتون بگم که به هر کسی اعتماد نکنید، عشق منید در نهایت، دوستتون دارم. یه سوال برا من ایجاد شده، یعنی دخترهایی رو داریم که میرن نود میدن به یکی که چون با مشکی در ارتباطه که چی بشه، یا مثلا با هر آرتیست دیگه ای که چه اتفاقی بیفته، من اینو نمیفهمم. اما آقای مشکی خودش همچین توییتی زد راجع به آلبوم فدایی، نوشت اصلا کاری با شیر بودن آلبوم فدایی ندارم، هیتم نمیخوام بدم، ولی سیس فدایی تو کاور آلبوم شبیه اوبیای سن و سالدار پارک دانشجو شده. دانیال مشکی عزیز چندی پیش هم ریپلای کرده بود توییت جناب آقای علیرضا جی جی و وزیرش نوشته بود که اصلا سامان کی باشه که آهنگ خوب بده و اینها، همون توییت علیرضا جی جی که درباره این بود که معروف ترین کار سامان ویلسون به هر حال تابستون کوتاه است و رضا پیشرو همون مزاحم تلفنی و این داستان ها که تو رپ حواشی قبلی بهش پرداختیم. جا داره به مشکی عزیز اشاره کنم که داداش ریلکس، یکم آرومتر، هنوز 2 سال نیست تو رپ فارسی هستی و همچین رزومه گنده ای نداری بجز یکی دو تا آهنگ سیاسی، دیس آشنا و دیس ملتفت، همین، یعنی اتفاق دیگه ای نیست، رزومه شما همین یه تیکه است و همه رو داری میبری زیر سوال با این شبیه اوبیاس، اون اصلا کی باشه، کسایی که 20 سال تو این کارن اصلا چه جوری میشه، بذار بیای اصلا، بذار بیای تو بازی، جزء یک رپ کن شیشتونگ حساب بشی، رزومه داشته باشی، بعد اوکی ریلکس. یکم این سیاستو منو یاد پوریا پوتک میندازه و این کارهایی بود که پوریا پوتک قدیم میکرد و خود پوریا پوتک هم خیلی وقته که این کارا رو نمیکنه، فهمیده دیگه جواب نیست و شما الان حدود 10 سال بعد داری همون کارا رو میکنی. داداش هم آهنگ خوب بده، چیکار داری اصلا، نمیدونم این اوبیه، اون اینه، اون اینه، بابا بذار بیای تو بازی. اوکی. سهراب ام جی هم تو تلگرامش یه سری پست گذاشت که البته به مشکی هم تیکه انداخت، با ترتیب پستاشو با هم میخونیم. اول از همه نوشت دستگیری مدیر عامل تلگرام باعث شد این اپلیکیشن محبوبیتش چند برابر شه و این نشون میده گردش آزاد اطلاعات و استقلال از دولت‌ها، چه غربی چه شرقی، چقدر برای مردم مهمه. خیلی نکته ظریفیه، ولی اون موقعی که مردم میخواستن اعتراض کنن و داشتن اعتراض میکردن برای اینکه بگن آقا ما آزادی میخوایم، آزادی عمل میخوایم، میخوایم صدامون شنیده بشه، شما خودت جزو کسایی بودی که میگفتی نرید بیرون، ولش کن، تیر میخورید و این یه تناقض جالبی. اما بعدش نوشت به خدا همستر رو یه ایرانی درست کرده، هر وقت همستر لیست شد سکتم میاد. خب یه خبری اومده که همستر مثل که قراره 5 مهر لیست بشه. بعد از اونم نوشت ببین کار به کجا رسیده که یک نسل هفتمی میاد به بزرگتر خودش خیلی ریلکس توین میکنه، خلاصه که بچه رو باید ادب کرد. واقعا نکته منطقیه که داداش بذار بیا، یه سری آدم بودن که این کوه رو اول خراب کردن، خاکی شده، بعد آسفالت کردن، این همه آزمون و خطا کردن تا یه چیزی به دست تو رسیده که تو میدونی چیکار باید بکنی، چیکار نباید کرد، یک مارکتی رو شکل دادن و هنوز نیومده، همه بدن، این بده، اون بده، اون بده، این نمیشه که آقا، نمیشه. این سیاست هم یه زمان جواب میداده، الان خیلی وقته که منقضی شده و تاریخ انقضاش تموم شده. یه استوری جنجالی و عجیب هم داشتیم از فیلمبردار معروف فدایی که تو اون بیفش با حسین دیگه شناختین دیگه و ببینیم با هم. حاجی درویش ایپیاس پتوقش هم بهشته، فدایی داداشمه، آلبومش هم که عشقه.
دیدیم استوری رو با هم و این باعث شد یک موجی را بیفته توی فضای مجازی که میگن ملتفت فدای آرومتر، نه اینوری نه اونوری، دیگه خیلی دارید میایید اینوری و اینا، خیلی یهو دارید عوض میکنید و اینا. اما فکر میکنم به هر حال این مسیری هم که دارن میرن تو الان حالا نرفتن و الان میخوام برن اینجوریه که آقا ما میتونستیم و خیلی هم میگفتن آقا اینا نمیتونن، اینجوری هم که دستشون به گوشت نمیرسه میگم فیف فیف بو میده و اینها، و الان با سیاست و عملکرد دارن جواب این حرفا رو میدن، نشون میدن که آقا اینه، یعنی ما میخواستیم میتونیم. فکر میکنم یه همچین داستانی رو دارن. اما آقای سینجین هم یک همچین توییتی زد که میگفت رپ فارسی اینجوریه که وقتی فدایی میاد فالش میخونه، اینجوری هم که نه، فدایی حتما یک دلیلی داره که داره این کارو میکنه. حالا اینجا من یک پرانتز واکنم، یک نکته ای که هست اینه که خب فدایی درسته فالش بود بعضی جاها توی آلبوم، ولی خب سینگر رپر نیست و بار اول داره میاد توی این داستان و داره امتحان میکنه. و نکته ای که هست، ما خیلی سینگر رپر داریم که خیلی ادعا دارن که ما خفنی، ما باحالیم اینها، و به شدت فالشن. گام بیت یه ور دیگه است، گام اینا یه ور دیگه است، اصلا یک فالشی عجیب غریبی و اصلا نمیدونم چه جوریه، با اینکه خیلی هم ادعای سواد و اینا دارن و خیلی وقت هم هستن با اوتوتیون کار میکنن. نکته اینجاست که چرا به اینها گیر نمیدی و چرا کسی که سبکش اینه، ادعا داره تو سبک و خیلی هم میاد پوزیشو میده، فالشه، چرا به اون گیر نمیدید؟ برای مثال ما فالش ترین پروژه‌ای که تو تاریخ رپ فارسی داشتیم هرزه جناب آقای چرسی بود و خیلی اصلا هیچی نمیگفتن. و مسئله اینجاست که ما یک فضایی تو رپ فارسی الان داریم و اون فضا اینجوریه که اگر یکی هم مسیر با من و در آینده میتونیم یا احتمالش هست که با هم کار بدیم، کاری به کار هم نداریم، حالا طرف داره غیر حرفه‌ای کار میکنه، آهنگش هم شیر میکنیم یا آتیش هم میذاریم و هیچ اتفاقی نمیفته که آقا اصلا بری تو پرایوت بهش زنگ بزن داداشم بیا اصلا کمکت کنم، میدونی. و از اون ور انقدر این داستان بوت سازی از آرتیستا زیاده که یکی تا دو روز میاد یه کار باحال میکنه، هر چندم ضعف داشته باشه، تو بگی آقا این غیر علمیه، استاندارد نیست، همه اینجوریان که نه تو حسودی، نه تو داری هیت میدی در حالی که داری نقد میکنی، آقا این فالش هست. و وقتی خب همچین فضایی هست، آرتیست به خودش زحمت نمیده که پاشه بیاد بره کارو حرفه‌ای ببره جلو، کلاس سولفج بره و این داستانا. حالا فدایی یه نکته باحالی که داشت، خودش اومد تو آلبوم گفت آقا من اصلا فالشم فلان تو سولفج، اصلا چیکار دارم این داستان ها، که البته باز این داستان توجیه نمیکنه فالش بودن را، ولی نکته اینجاست، کار غلط غلطه، فالش خوندن فالش دیگه، آقا برو درستش کن. اینکه فقط به یه سری عده محدود بخواد گیر داده بشه، من اینو اصلا متوجهش نمیشم. البته میشم و به هر حال ایران دیگه، چون میدونید دیگه بانبازی و رفاقت و سایت بندی و این داستانا دیگه، این کارو حالا ما تو خیلی از منتقدا و اینا هم میبینیم که طرف فالش میگن واو، یکی دیگه همون کارو میکنه و اینجوریان که نه ببین اتک اوتوتیونش بالا، این بده، در حالی که اون برام همین اتفاقه، همین فضا باعث میشه که این اتفاق هم بیفته دیگه. حالا اونا به سبک خودشون طرفداری میکنن از آرتیستشون، این برام به سبک خودشون، و این از پایه کلا این داستان غلطه، به امید روزی که مخاطب گوشش آشنا باشه. یه نکته دیگه هم هست، انقدر ما کار فالش زیاد داریم، نه فقط تو رپ فارسی، تو سبکای دیگه که اونا اصلا قفل فالش خوندن، تو نباید فالش بخونی، فالش اجرا کنی که گوشا خراب شده، یعنی به یه ساند عادت دارن که این ساند غلطه. حالا شما برید توی آمریکا، چون این از بچگی آهنگ خوب گوش دادن، تو مدرسه با موزیک آشنا شدن، یکی فالش بیاد وسط میگن داداش برو اصلا چیکار داری میکنی، اصلا حساب نیستی. ولی تو ایران متاسفانه این داستانا نداریم، به حرفه دقت میکنن که آقا این حرفه به دل من نشست، شبیه هست به زندگی من، باش ارتباط میگیرم یا نه، حالا خوب داره اجرا میکنه، آف بیت فالش، اینا اصلا مهم نیست، این فضا باید درست شه. خب این بود از رپ حواشی امروز، امیدوارم که لذت برده بوده باشید. نقدی، انتقادی، پیشنهادی دارید توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوبالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.